گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم که از صحت و سلامتی برخوردار باشین و خداوند در فضل و رحمت خود شما را قرار داده باشد. ما بسیار خوشحال هستم که باز هم در خدمت شما هستم و در این هفته استاد بسیار معظم و گرامی استاد الحاج محمد ضیا جاهده که شما با نامشان و با همگی بیوگرافیشان و همگیشان آشنایی کامل دارین و استاد گرامی چندین بار با بزرگواری که با تلویزیون داره و با ما و همگی داره دیگه چندین پروگرام های بسیار پر از محتوای را پیش بردن که بسیار قابل قدر همه بیننده ها و شنونده ها قرار گرفت. من امروز باز هم از استاد گرامی با وجودی که حال استاد ما در ویرجینیا تشریف دارن و در اونجا تقریبا 8 بجه شب است، اما با مو بزرگواری و با مو لطف که دارن عرض من بنده مسکین قبول کردن و در این پروگرام تشریف آوردن و امروز بسیار سر یک موضوعات بسیار خوب و بسیار نیک گپ میزنن استاد گرامی که یکی قضاست و دیگر قدر است، یعنی سر قضا و قدر گپ میزنن و اگر وقت یاری کرد انشالله و تعالی سر دشنام دادن یا دشنام گفتن که باز کسا امیر عادت داره و استاد هم در این مورد تشریح ها دادن و گفتن که دشنام کی میته، چطور میته، برای چی میته و کسی که عاجز میمانه بعد از او دشنام میته. ولی موضوع بسیار اساسی و مهم ما من حیث بنده های خدا و ما من حیث مسلمان ها هم به قضا ایمان داریم و هم به قدر ایمان داریم دیگه. از این خاطر ما خواستم که همین موضوع قضا و قدر که بسیار زیاد افغانای ما به او علاقمند هستن و می خواستن که معلومات بگیرن و چندین تلفن ما گرفتم بعد از او، بخصوص یکی دو تا از دوستای بسیار عزیز ما عین از استرالیا با ما زنگ زدن و خواهش کردن و گفتن که اگر از استاد خواهش کنی که راجع به قضا و قدر صحبت کنه و در این مورد معلومات بدن. استادم با مو بزرگواری که دارن لطف کردن و مهربانی کردن و حال فعلا دلائن از ویرجینیا است. البته ما باید متخلص بگویم، ما چندین بار راجع به بیوگرافی استاد گپ زدیم. استاد امام است در ویرجینیا و استاد امام بود در مسجد شاد شمشیری ولی و استاد مدیر یا آمر عمومی نطاقای رادیو کابل بودند و استاد از فاکولتی ادبیات برآمدن و استاد بسیار وظایف مهم و وظایف ارشد را پیش بردن که ما چندین بار راجع به بیوگرافی استاد خدمت شما عرض کردیم. بهتر همیست که ما بیا ببینیم که استاد راجع به قضا و قدر چی میگه. استاد گرامی الحاج محمد ضیا جاهد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا حبیبنا و شفینا و مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، صدق الله العظیم. جناب برادر بزرگوار، به شما و دوستداران تلویزیون ایمان، حامیان تلویزیون ایمان و هواخواهان تلویزیون ایمان عرض سلام و ارادت میکنم. و علیکم السلام استاد گرامی. و شما تشکر میکنم که به ما این موقع را دادین که بخشی از رسالت خدا در برابر دین خدا و خلق خدا ادا کنم. لطف میکنین، خداوند شما را خیر و برکت نصیب کنه. قضا و قدر یک موضوع بسیار مهم است که
ای به سطح دانش بسیار عالی ضرورت دارد و من آنچه که خدمت شما عرض می کنم این مطابق با فهم و دانش من هست. عقیده قضا و قدر عقیده است که به اعمال انسان و آنچه که بر آن مرتبط می شود از قبیل سعادت و شقاوت و همچنان حوادث کونی بر وفق نظام ازلی ثابت ارتباط می گیرد. بله سه. بله. با قضا و قدر همه مسلمان ها ایمان داریم به خاطر که قضا و قدر عقیده اسلامی است که به ایمان بر الله استوار است و مبتنی است بر شناخت صحیح ذات الله و شناخت اسما و صفات الله، به این معنا که الله دارای صفات علمی وسیع است و اراده شامل و قدرت کامله دارد. وقتی که خداوند می فرماند که ان الله علی کل شیء قدیر، خداوند به همه چیز قادر است، فعال بما یرید، عالم بما یفعل، خداوند عالم است به هر چیزی که انجام می دهد. قضا به معنای حکم کردن، ادا کردن، مردن و درگذشتن است و نیز به معنای تقدیر و حکم الهی که در حق مخلوق واقع می شود. در اصطلاح فقها نماز یا روزه که در خارج از وقتی که شارع معین کرده به جا آورده شود این هم قضا دیگر. قضا در قرآن عظیم شان به معانی مختلف مورد استفاده قرار گرفته. در آیت 120 سوره بقره می خوانیم که قضا به معنای انجام دادن و کار بردن است. می فرمایند که بدیع السماوات والارض و اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، آفریننده آسمان ها و زمین است و چون انجام می دهد کاری را بدون شک می گوید آن را شو پس می شود. بله. این وقتی که خداوند یک چیزی را دستور میده که شو او آنند میشه. در اینجا در این آیت به معنای انجام دادن قضا استفاده شده. در آیت 47 آل عمران هم به همین مفهوم ذکر شده و اذا قضا امرم فانما یقول له کن فیکون. و چون اراده کند کاری را پس جز این نیست که بگوید آن را شو پس می شود. در آیت 35 سوره مریم الله جل جلاله می فرماید که سبحانه اذا قضا امرم فانما یقول له کن فیکون، او ذات پاک است چون بخواهد انجام دادن کاری را پس جز این نیست که می گوید آن را شو پس آن می شود. ماله. در آیات مختلف مثلا در 13 آیت به مفاهیم مختلف بیان شده. مثلا در سوره احزاب در آیت 36 خداوند می فرماید که ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نیست هیچ مؤمن و هیچ مؤمنه را که چون مقرر کند خدا و رسول او کاری آن که باشد ایشان را اختیار در کار خیش و هر کی نافرمانی کند خدا و رسول او را پس بدون شک گمراه شد گمراه زائل. در این آیت قضا به مفهوم مقرر و تعیین کردن است. قضا در آیت دوم الانعام هم به همین معنا ذکر شده هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده اسمه ثم انتم تمترون وهو الله في السماوات والارض يعلم ستركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وقصد ان بيافرد شما را از گل باز مقرر کرد وقت مرگ را و مدت معین از نزد او
باز شما شک میکنید و اوست خدا در آسمان ها و در زمین میداند پنهان شما را و اشکار شما را و میداند آنچه کسب میکنید یعنی عمل میکنید. در آیت 23 سوره اصحاب خداوند قضا را به معنای حکم ذکر میکنه و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. میفرمایند که و حکم کرد پروردگار تو که عبادت کنید مگر تنها خودش را و با پدر و مادر نیکوکاری کنید. اگر برسد نزد تو و کلانسالی یکی از ایشان یا هر دوی ایشان پس مگوید مر ایشان را اوف و بانگ مزن بر ایشان و بگو مر ایشان را سخن نیکو. در آیت دیگر در سوره نساء 103 می فرمایند که فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. در اینجا قضا و معنای ادا کردن ذکر شده و هنگامی که ادا کردید نماز را پس یاد کنید خدا را ایستاده و نشسته و پهلوی خویش پس چون ایمین شدین از خوف برپا دارید نماز را. بدون شک نماز است بر مسلمانان فرض در وقت مقرر. در آیت 22 سوره قصص قضا و معنای ادا کردن هم آمده که در حقیقت انجام دادن و به سر رساندن است. فلما قضا موسى له جل و سارا به اهله آنس من جانب طور نارا. پس چون تکمیل کرد موسا میاد را و گرفته برد اهل خود را دید از جانب کوه طور آتشه. وقتی که موسی علیه السلام با دختر شعیب علیه السلام ازدواج کردن شعیب علیه السلام شرط گذاشت که اگر 8 سال به من خدمت کنی این دختر خود به تو میتوم، اما اگر 10 سال خدمت کنی این بهتر خواهد بود. باز موسی علیه السلام برای شعیب علیه السلام 10 سال خدمت کرد و بعد از 10 سال زن خود گرفته به طرف مصر روان شد که در کوه طور باز خداوند با او سخن زد. چرا ما در باره قضا و قدر ایمان داریم و این چه ارتباطی با مسلمان ها داره؟ رابطه ما با اعتقاد با قضا و قدر به دو شکل صورت میگیره. یکی انسان در برابر قضا و قدر مجبور است و اختیار ندارد. در این موارد انسان از خود اختیاری ندارد و آنچه خداوند مقرر کرده برش تعیین کرده اونو انجام میگیره. مثلا در مورد عقل و خرد که یک انسان چقدر خردمند است چقدر عاقل است در این ما اختیار نداریم. خداوند انسانها را به سویه های مختلف عقلمندی و خردمندی خلق میکنه. در ذکاوت و قباوت ما هم کوچکترین اختیاری نداریم. کسی بسیار ذکی است کسی بسیار غبی است و کسایی که ذکاوت خوب دارن اینا فکر میکنن که من خودم بسیار فوق‌العاده هستم. نه، یک لطف خداوند است و او ذکاوت خوب داره.
حافظه خوب داره. مثلا یک کسی قرآن در ظرف یک سال دو سال حفظ میکنه، یک شخص دیگه در ظرف 30 سال حفظ نمیتونه. این خداوند به اون حافظه و ذکاوت داده که قرآن از انسان به کمترین وقت حفظ میکنه. در کیفیت مزاج که ما طبیعت آرام داریم یا تندخو هستیم، تند مزاج هستیم، در این هم ما اختیاری نداریم، یعنی به این شکل خلق شدیم. در چگونگی جسد و اندام ما هیچ اختیاری نداریم. خداوند یکی قد کوتاه خلق میکنه، یکی قد بلند خلق میکنه، این همه مربوط به قضا هست که در اون انسان اختیار نداره. دیگه در مورد زمان تولد ما کدام اختیاری نداریم، کدام روز، در کدام ساعت، در کدام دقیقه، چطور تولد میشیم، این مربوط به قضاست، مربوط به خداوند است. بازی که چقدر عمر میکنیم در این هم ما اختیاری نداریم. کسی چند ساعت زندگی میکنه بعد از تولد، کسی در شکم مادر فوت میکنه، کسی 100 سال 50 سال عمر میکنه، این هم به اختیار ما نیست، مربوط به قضا هست. و ای که در محیط زیست ما مجبور هستیم، در جایی که زندگی میکنیم در اونجا مجبور هستیم زندگی بکنیم. و ای که از چین و از والدین خود، از چین و والدین تولد میشیم، در این هم اختیار نداریم ما. خداوند این به دست خدا هست و چیزی داره که از پدر و مادر میراث میبریم، از لحاظ جنتیک میراث میبریم، از لحاظ چی امراضی از پدر و مادر میگیریم، چی نوع اخلاقی میگیریم، چی نوع عاداتی کسب میکنیم، این هم در اختیار ما نیست. و وقت مرگ خود نمیداریم و در مرگ و میر هم مربوط قضا هست. صحت و مریضی در اختیار ما نیست، در اختیار خداوند است. و وقتی که ما مریض میشیم برای صحت یابی کوشش میکنیم، اما اگر خداوند صحت نده از دنیا میریم. در مسائل معیشت زندگی هستی و دارایی و نیستی، زنا و فقر، ما هم اختیار نداریم. خداوند به یکی ارزانی میکنه، نعمات بسیار، ثروت بسیار، اولاد بسیار، یا منصب و مقام بسیار بلند و به یکی نمیکنه. این در اختیار ما نیست. مثلا همه کس کوشش میکنه که پادشاه شوه یا صدراعظم شوه یا رئیس جمهور شوه یا میلیونر شوه، اما همه نمیشن. بله. یکان نفر به اون جایی که میخواه برسه میرسه. این هم به اختیار ما نیست. بله. و کوشش های ما اگر خدا نخواه نتیجه نمیتره. لازم همه در قدرت خداوند است. همه را ظاهرن و باطنن خداوند میدانن که چی میکنن. دیگه زبان تکلم در اختیار ما نیست. ما خود ما زبان اختیار نمیکنیم وقتی که تولد میشیم. این از اختیار ما بیرون است. بازی زبان پدر و مادر و محیط ما کسب میکنیم. دیگه در مورد ازی که ما تولد میشیم، مؤنث یا مذکر، بچه یا دختر، مرد یا زن، این هم در اختیار ما نیست. این قضا هست که خداوند خودش کسی را مرد خلق میکنه، کسی را زن خلق میکنه. دیگه در این موارد انسان فاقد الاختیار است، اختیار نداره. و در مواردی که انسان مخیر است و آزادی داره و خودش میخواه تصمیم بگیره، او تکالیف شرعی است که بدون اراده خود ما ممکن نیست. تکالیف شرعی خود ما انجام میدیم. در تکالیف شرعی ما میتونیست که اختیار نداشته باشیم. مثلا در مورد عبادت، روزه، نماز، خداپرستی، صداقت، راستی، اعمال نیک، این تکالیف شرعی به اراده ما است. مثلا کارهای ناشایسته و شرندود و
گناه یه هم به اراده خود ما است. مثلا دزدی، رشوت، خیانت، قتل، ناروا، ظلم، این کارهای ناشایسته هم به اختیار خود ما است و این همه را خود ما به اراده خود انجام میدیم، بدون از اینکه ما مجبور بشویم یا مجبور باشیم که این کارها را انجام بدیم. مثلا یک نفر نصف شب میخزه تعجد میخونه، او را هیچ کس مجبور نمیکنه، او به اختیار خود از خواب شیرین برمیخیزه و نماز میخونه، و در حالی که یک کس دیگه در نیمه شب برای دزدی میبراید و خانه یک کس را دزدی کنه، او هم به اراده خود و به اختیار خود میره، هیچ مجبوریتی نداره. اما همه اینها از احاطه علم خدا بیرون نیست. بله. و آزادی از این آزادی برای انسان اختیار میده که چقدر به خداوند نزدیک شود و چقدر از خداوند دور شود. بله سه. در این مورد که از اراده خدا همه چیز بیرون نیست و از علم خدا بیرون نیست، این یک مثال یکی از علمای بزرگ دادن که این اعمال شما را خداوند منعکس میکنه. میگه مثلا اگر شما پیش روی یک آینه استفاده شوین با چهره بسیار خاک‌آلود و بسیار بد شکل پیش روی یک آینه استفاده شوین، امور منعکس میکنه اون چهره خراب شما را. اما اگر با چهره پاک ستره، با قیافه زیبا به مقابل آینه ایستاده شوین، آینه امور منعکس میکنه. بله بله. دیگر خداوند متعال در هر حال ناظر اعمال ما است و به هر شکلی که ما عمل میکنیم خداوند او را میداند و هیچ کاری از حیطه قدرت از او بیرون نیست. و هر کاری را که ما به اراده خود انجام میدیم او در ساحه اراده الله شامل است، اما اراده خداوند ما را مجبور نمیسازد که در راه خداوند ما در بدون و در برابر اراده خداوند آنچه که بر ما مقرر فرموده در ورزه دیزو عمل بکنیم. بله سه. بله دیگه ای درباره سزا وقت داریم برای یک دقیقه دیگه سه وقت داریم، باز یک تفریح میگیریم، باز شما رو زحمت میدیم. بسیار حالا دیگه در مورد از این که خداوند میفرماید که یدل و میشا و یهدی میشا، هر کی را که خواسته باشه گمراه میکنه و هر کی به خواسته باشه هدایت میکنه. در این مورد یک بحث کلانی هست که کسایی که دلالت بر هدایت ترجیح میتن و دلالت و گمراهی را پیشه خود میکنه و پذیرفته که گمراه باشه و شقی باشه، بله در این مورد باز خداوند اینا را در مکجرویشون و اصطلاح میگذاره و در آیه پنجم سوره صف میفرماید که فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. دیگه پس وقتی که کجروی کردن کج ساخت خدا دلهای ایشان را، خدا را نمی نماید قوم بدکاران را. شما ببینید که مردمایی که قومی که یا ملتهایی که یا اقوامی که شما ببینید که کجره هستن، فاسق و فاجر هستن، بله بله، و جز شقاوت و بدبختی دیگه اندیشه ندارن، اینا رو ببینید که همینطور با اون حالتشون خدا میگذارد، بله، همینطور شقی و بدبخت، همینطور ظالم و خوناترس باقی میمانن و اینا هدایت نمیشن و حتی روز روز بدتر شده میرن. بله بله بله. ما دیدیم و میبینیم که در جوامع اسلامی تا
در کشور ما مخصوصا یک از مردم هستن که اینا جز جنایت از خواب که بر میخیزن جنایت میکنن تا که خواب میرن. بله بله. و اینا را خداوند قلبشان کج ساخته و اینا راست نمیشن، چرا که خداوند هدایت نمیکنه قوم فاسق و فاجره و قراره دیدیسه و اونا به می حالت خود باقی میمانند. اما انسان هایی که هدایت و رشد و ثواب و حق نسبت به گمراهی ترجیح میدن، اینا را خداوند در اون کار خیر، در راه خیر و کار خیرشان ثابت قدم نگاه میکنه. بله بله بله. خدا اونا را کمک میکنه. و در سوره 27 و 28 داد خداوند میفرمایه که ویقول الذین کفروا لولا انزل علی آیة من ربه ان الله یدل من یشاء ویهدی الیه. و میگوین کافران چرا فرود آوردنه شد پیغمبر نشانه از جانب خدا؟ بگو و تحقیق خدا گمراه میکند هر کی را خواهد و را مینماید به سوی خود هر کی رجوع کند. بله بله. هر کسی که به خدا رجوع کنه، توبه بکنه، به کارهای خیر بپردازه، خداوند او را کمک میکنه، در راه خیر ثابت قدم نگاه میکنه. و کسی که اون نمیکنه باعث فاسق و فاجر باقی میمونه. استاد گرامی، در اینجا یک سوال، یک دو سه سوال است که ایرام شما در یک روشنی باز می اندازین، البته بعد از تفریح باز می سوال ها هم روشن شوه، باز اگر وقت داشتیم که سر دشنام دادنم دیگه. با اجازه شما فقط یک بریکه که بسیار کوتاه می گیریم، بعد از او باز هم شما را زحمت می تیم. بیننده های عزیز و گرامی، فقط یک بریکه که کوتاه می گیریم و بعد از او استاد گرامی باز هم هستن و ما در خدمت شما هستیم، فقط برای یک بریک کوتاه. Fremont Toyota. So massive. So many vehicles to choose from. More choices. Bigger selection. You'll find the deal you want every day. 800 new and used vehicles at Fremont Toyota and at FremontToyota.com. The massive Fremont Toyota is also your neighborhood Toyota dealer. Time to trade up to the vehicle you've been waiting for. At Fremont Toyota in the Fremont Auto Mall, where service is open 7 days a week. بسم الله الرحمن الرحیم. کاروان حج و عمره انصاف با رهبری علما و دانشمندان برجسته افغان و هندی در خدمت حجاج و زائرین محترم خانه خدا می باشد. تکت های رفت و برگشت از سان فرانسیسکو و جی اف کی نیویورک. تاریخ حرکت 27 آگوست 2016 و تاریخ برگشت 15 سپتامبر 2016. مدت سفر 21 روز بوده که شامل 5 شب در هتل 5 ستاره سوئیستل در مکه معظمه، 4 شب در هتل 5 ستاره دل طیبه در مدینه منوره، 5 شب در خیمه های نزدیک حجرات منا و 5 شب در بلدینگ ال ایمان در شیشه مکه معظمه. قیمت‌های استثنایی با کاروان حج انصاف با 2 وعده غذا به صورت بوفه می باشد. علاقمندان می باید تا 20 جون 2016 جاری برای ثبت نام اقدام نمایند و حجاج محترمی که می خواهند در مسیر سفر به افغانستان و پاکستان یا هندوستان بروند و یا اینکه مدت اقامت خیش را در مکه و مدینه تمدید نمایند، قبلاً با ما تماس بگیرند. و همچنان علاقمندان به سفر عمره در ماه مبارک رمضان میبایست تا 2 جون با ما در تماس باشند. شماره تماس 1-800-622-7804 1-800-622-7804. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های عزیز و گرامی، خدا را شکرگزار هستیم که باز هم در خدمت شما هستیم با همراه استاد گرامی
و موضوعات قضا و قدر استاد یک اندازه نگاه میخواه اکثر از او تشریح کنه و با نقاط اضافه تر خدمت شما او را عرض کنه و بعد از او باز انشالله و تعالی باز میم سر دشنام دادن که باز ببینیم. استاد اگر احیانا یکی از مسلمان ها یا یک تعداد از مسلمان ها با قضا و قدر عقیده نداشته باشه یعنی چی؟ ای از ارکان اسلام است و بدون ایمان و قضا و قدر کسی که نداشته باشه و از صحیح اسلام خارج میشه. بله خوب و باعث مرتد و باعث ملحد شناخته میشه. بسیار خوب. بله ایمان و قضا و قدر یک عقیده اسلامی است و هر مسلمان باید به این عقیده داشته باشه. بسیار تشکر. بفرمایید استاد اینال شما. حالا درباره قدر صحبت میکنیم. مهربان هستین. قدر و معنای اندازه چیزی و هم به معنای طاقت و قوت و نیرو و توانایی هم یاد میشه. بله. اما در حقیقت قدر فرمان الهی است. بله. سرنوشت مربوط به سرنوشت بشر است و آنچه که خداوند برای بندگان خود مقدر نموده اینمی قدر است. بله. جمعی اقدار میشه. بله بله. مثلا در سوره اعلا میخوانیم که سب اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. بله. پاکی با پیغمبر می فرماید خداوند با پاکی یاد کن نام پروردگار بزرگوار خدا آن که بیافرید و درست اندام کرد و آن که اندازه کرد پس هدایت کرد. بله. در اینجا ببینیم که خداوند در اینجا قدر به معنای اندازه به کار بردن. در سوره واقعه آیت ششم خداوند می فرماید که نحن قدرنا بینکم الموت و ما نحن بمسبوقین. ما معین کردیم. بله. مقدر کردیم در میان شما مرگ را و ما نیستیم عاجز کرده شده. بله صاحب. و سوره احزاب خداوند قدر هم به می مفهوم افاده می کنند که ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض الله له سنت الله بالذین خلو من قبل و کان امر الله قدر مقدورا و کان امر الله قدر مقدورا. بله بله بله. دیست بر پیغمبر هیچ تنگی و حرج در آنچه که مقرر کده خدا. بله. کده خدا برای او مانند آیین خدا در حق آنانی که گذشتن پیش و پیش از این و هست خداوند و هست حکم خداوند اندازه مقرر کرده شده. بله. قدر مقدورا. استاد گرامی یعنی شما میگین که مقدر با مو اندازه که توان یک آدم یک کار است و مو را یعنی کدام میتونه و اگر دو یک اندازه کم و زیاد میشه یعنی میتونه که یعنی همیتون شوه. خب این قدر چیزی است که خداوند مقدر میکنه. بله سیم. و در تکالیف شرعی خداوند آنچه را که فرض کده برای مسلمان او را باید انجام بده. بله. اما باز میفهمیم لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. میفهمیم که لا یکلف الله نفسا الا وسعها لیکن خداوند مکلف نمیکنه کسرا طاقت و توانش. بله بله. این مقصد ما هم میگه بود. مثلا یک آدم مریض است استفاده شده نمیتونه باید نشسته نماز بخونه. بله بله. نشسته نمیتونه در بستر نماز بخونه. متوجه هستی؟ بله. یک آدم روزه بگیرفته نمیتونه باید قضایی بگیره.
بله بله و, و یعنی برابر توان خود کوشش خود بکنه که مکلفیت های شرعی خود انجام بده، عبادات خود انجام بده و سهلنگاری نکنه، غفلت نکنه. بدون شک چیست؟ مورد قبول خداوند متعال است. زنده باشین. در سوره یاسین بله خداوند می فرماید که و الشمس تجری مستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم، و آفتاب می رود برای که قرارگاه اوست، این از اندازه خدای غالب دانا. ذلک تقدیر العزیز العلیم، اندازه است، مقدر است. بله. والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، و برای ما مقرر کردیم منزلها که تا باز گردد مانند خوشه خرما که کج می باشد. بله بله. و در سوره المزمل می فرماید که والله یقدر اللیل و النهار عالم لن تحسوه فتاب علیکم فقره ما تیسر من القرون و من القرآن. خدا اندازه میکنه شب و روز. بله. والله یقدر اللیل و النهار، خداوند اندازه میکنه شب و روز را. دانش خدا که شما احاطه نمیتوانید قیام لیل را، پس بر رحمت خود بازگشت به شما، پس بخونید آنچه آسان باشد از قرآن. بله بله. ببینید که اینجا باز اونمو سهولت هست. امو آسان گفته. بله سر بگم. برای بنده های خود آسان کرده. بله بله. خداوند گفت که شما قیام لیل کنید و دوباره فرمودن که کل شب نمیتونید، یک قسمت شب قیام لیل. بله بله. و آنچه که آسان است بر شما از قرآن امور بخوانیم. این در موارد قدر. دیگر خداوند که دواره شب قدر صحبت میکنن که انا انزلنا فی لیلة القدر، به تحقیق ما فرو فرستادیم قرآن را در شب قدر. بله. این شب قدر را که همه میدانن این شب با برکتی هست که در او ملائک نازل میشن. بله. ما ادراک ما لیلة القدر، چی دانان ترا که چیست لیلة القدر؟ لیلة القدر خیر من الف شهر، شب قدر بهتر از هزار شب. بله. اگر کسی در این شب عبادت میکنه در شب قدر، بدون شک که از هزار شب عبادت کرده، عبادت هزار شب ای کمایی میکنه. بله سیم. تنزل الملائکة و روح و فیها بیزن رب من کل هم، فرود میاین فرشتگان و روح در آن شب به حکم ربشان از برای هر کار خیر، و سلام و نیت تا حد مطلع الفجر، و معمون و سلامتی، امن و سلامتی از آن شب تا طلوع صبح. استاد گرامی، ما فقط 10 دقیقه دیگه داریم. اگر میخواین که سر دشنام گپ بزنین که امید 10 دقیقه دیگر هم سر دشنام، که دشنام چی است، کی دشنام میتن، چطور میکنه دیگه، شما خودتان بهتر میفهمید. بسیار خوب سید. دیگه یک آیت دیگر هم در ارتباط قدر اضافه میکنم به شما. مهربان هستید. در آیت 14:8 آن میفهمید در اینجا قدردانی. بله بله. میگه نه قدر میکنی یک آدم ها. آه راست میگه. عزت یک آدم میکنی، خدمتش قدر میکنی. در این هم خداوند باید تیزی میده قدر اتحاد میفرمایه که ما قدر الله حق قدره ان الله لقوی عزیز، تعظیم نکردن خدا را، حق تعظیمی او قدر نکردن، تعظیم نکردن خدا را، حق تعظیم او هر آینه خدا توانای غالب است. بشک. دیگر در مورد دم و دشنام. بله. یک مقدمه باید بگویم که مهربان است. در باره فضیلت و رزیلت. آه.
فضیلت به معنای مزیت و برتری در علم است. بله سه. برتری در معرفت یه فضیلت است و رذیلت فرومایگی و پستی و ناکسی هست. بله سه. رذیلت ها و فضائل که جمع فضیلت است برتری ها در علم و معرفت است. بله. و رذل فرومایه ناکس بله جمعی هزی ارزال میشه. بله. و رزیل او فرومایه نابکار که جمعی هزی رزال میشه. بله بله سر. خب رزیلت فضیلت هم گفتیم، رزیلت فرومایگی و پسیس که جمعی هزی رزایل هست. بله. و دیگه دناعت فرومایه شدن. بله. ذلیل شدن پستی و پس فطرتی ده دناعت میگن، یعنی دون شدن، آدم دون است میگن. دنی آدم پست. بله. ناکس فرومایت. بله بله خسیس یا آدم دنی است. بله. و دد آدم پست است، دی و دد. بله. مولانا میگه که دی شیخ با چراغ همه گشت گرد شهر. بله. که از دی و دد ملونم انسانم آرزوست. بله. زین امراهان سناسر دلم گرفت، شعر خدا و رستم داستانم آرزوست. گفتم یافت می نشود جسته ما، بله. آنچه یافت می شود آن است آرزوست. آن است آرزوست. ببینیم که چقدر زیبا گفت مولانا. دیگر سه رزالت فرومایه شدن، ناقص شدن، دست و پس شدن، این رزیل فرومایه و پس، رزیلت فرومایگی پستی و ضد فضیلت. و با در حالی که کلمه رزانت به معنای باوقار شدن، گرانمایگی و باوقار بودن است. بله سه. و دیگر کلمه رز به معنای انگور و باغ بهشت است. با شاعر میگه که ای قاضی شهر از تو پرکارتریم، با این همه دیندی از تو شیارتریم. یه با قاضی های افغانستان میگه. بله سه. ای قاضی شهر از تو پرکارتریم، با این همه دیندی از تو شیارتریم. تو خون کسان خونی و خوری و ما خونی رزان. رزان انگورت نیتیم شراب. بله رزان. بله سه. تو خون کسان خوری و ما خونی رزان. انسان بگو کدام یک خونخوار داریم. بله. دیگر در دری اصطلاحات مربوط به دوازدهم اینا دیگر اصطلاح یاور بیهوده و هرزه و سخن بیمانا. بله یعنی یاوگویی که میگه میگه یاوسرا یاوگو. بله سر. هرزه درا کسی که سخنهای بیهوده میگه دو میزنه دشنام میته. دیگر یاوگیست به معنای یاوه بودن، بیهوده بودن، هرزه بودن. ولی بسیار مردم به این امراض گرفتار است. بسیار بسیار استاد بسیار. و نیز به معنای یله بودن و سر خود بودن، یلگر. بله بله. خود سر دیگه یاوگی و دیگه یاوگیان جمعش از کسی که بیهوده و خود سرانه بدون هدف به هر سو میره و بدون نظم و بدون ترتیب و بدون هدف درکه. بله بله. هرزه هست. همین دوازدهم کل از اینا رذیلت است، کل از اینا فرومایگی است، کل از اینا هرزه است. بله بله. خداوند سخت محکوم کرده این هرزگو و یاوگو و اینا را. دیگه اصطلاح هرزه است به معنای یاوه، بیهوده، ولگردی، کار زشت کردن. هرزگو کسی که سخن بیهوده و یاوه میزنه. بله. میزنه دشنام میته و حرفای پوچ و بیمعنا میگه، وقت خدا به لاتالیات صرف میکنم. دیگه هرزه گرد و ولگرد و اینا هرزه مرس. باز هرزه مرس سگ بیخلاده رو میگه. هر جا میخواه میره و بله 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 بله. سگ ولگرده هرزه مرس میگه. بله بله.
هرزه درای یا گوی و بیوده گوی میگه هرزه خواه هم و چنین افراد هرزه گوی گفته میشه. استاد گرامی بزرگا یکان بزرگا میگن که کسی که بی منطق شوه بعد او با دشنام گویی باز شروع میکنه یا عاجز ببانه دلیل نداشته باشه. شما در این مورد چی میگین؟ این مربوط میشه به سطح دانش و بینش هرشه. بله سیم. اگر یک آدم بازاری خودسر یا گوی پوچگوی بی دانش بی منطق آدم هرزه هست، بله، او در هر مورد و در دشنام متوسل میشه. حتی در بعض نقاط افغانستان که من خودم به چشم خود دیدم، بله، مردم بسیار عادت دارن مادر یک دیگر دو میزنن. متاسفانه متراست راست میگید. حتی آدم های با عزت مادر یک دیگر خود دو میزنن. راست میگید. این رسم شده، عادت شده، بله. و با وجودی که مردم ما به مادر بسیار احترام دارن، بسیار عزیز می دارن، بله بله، در بسیار موارد با مادر یک دیگه خود توهین می کنن، با خواهر یک دیگه خود توهین می کنن، که اینا همه بسیار ناشایسته، ظالمانه و گناه بزرگ است. حتی استاد یگان کسا عادت داره به یگان کسا که مثلا ما او خوارش یا مادرش یا دخترش یا زنش حکم خوار مادر یعنی بله، محرم برش بله، داره بازور هم صاحب هزار بله، چیزایی که با این کسایی که با مادر و خواهر خود و به ناموس خود احترام نداره و این امینا صاحب که اینا امی دو دشنام یکی به دیگر صاحب میتن بله بله بله، مثلا زن یک آدم ناموسی یک آدم هست بله بله، ناموسش هست، خواهرش ناموسش هست، وقتی که تو ناموس خود هست عزیز میداری، احترام میکنی، چطور به ناموس یک حرف ناشایسته میزنی؟ استاد خصوصا در سه مسلمان ها خو یک مسلمان برادر یک مسلمان دیگه است. بله. ولی اینال اگر کسی او برادر خودم به ناموسش، به دخترش، به مادرش، به پدرش یعنی دو میزنه خو مثل از این که گفته شما عین خود دو زده باشه دیگه. بله بله بله، این بسیار نارواست، گناه بسیار بزرگ است، عظیم است و متاسفانه که این دو دشنام عام است. متاسفانه. حتی که زن و شوهر با هم می جنگن یا خواهر و برادر با هم می جنگن یا بله بله بله، اینا بله، کلمات بسیار ناشایسته را استعمال میکنن. بله بله راست. حتی در بین فامیل خود متاسفانه یک مرض است. دیگر صاحب خدمت را عرض کنم که حجوت کلمه هجو ضد مدحه هست. بله. هجو بدگویی کردن، معایب دیگران را شمردن و در حالی که مدحه صفت کردن و خوبی های دیگران را شمردن هست. بله بله سر. تمام اینها همه یا گوییست، همه از این لغو است، هدر و باطل و زیای وقت و گناه هست. خداوند در باره لغو است باز ما خدمتون آیت شمی خانم دوستان گرامی دیگه بسیار افهم همه خواهیم وقت ما پوره شده دیگه با ما همی آیتون برتون میگم که خداوند میفرمایه که بله قد افلح المؤمنون بدون شک مسلمانان رستگارن الذین هم فی صلات خاشعون آنانی که در نماز خود خشوع میکنند بله والذین هم عن اللغو موردون آنان که ایشان از بیهوده رو گردانند از لغو بله آنچه که وقت مسلمان ضایع میکنند صرف میکنند در چیزای ناشایسته و مانع عبادت میشه همه از اینا لغو از در قرآن دیده شد. در آخر ما سعادت و خوشبختی قربان جان مسلمانای جهان الهی آمین الهی آمین الهی آمین خداوند تمنا میکنم که اول مرا هدایت بکنه و فاطمه هدایت بکنه بله 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 و وطنای من هدایت بکنه تا از این حالت ناگوار از این ذلت از این حقارت از این خفت از این جهالت نجات بیابیم و در بین جهان اسلام بیرق ما کشور ما سربلند و سرفراز بگردد. الهی آمین الهی آمین استاد. اللهم نور قلوبنا بالایمان
والإحسان والقرآن. بله. اللهم نور قلوبنا وبيوتنا بتلاوة القرآن. آمين. اللهم نور قلوب قبورنا وسراتنا بقراءة القرآن. آمين. اللهم نور أعيننا وصدورنا بالفهم القرآن وأدم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. والسلام. تشکر استاد گرامی، یک جهان تشکر از لطفتان، از وقتتان. موضوع بسیار جالب بود، خصوص که وقت نداریم. انشاءالله باز آینده شما را تکلیف میتیم.